سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته فیلم بدون احساسات منفی، ساخته فراز شریعت. نگاهی به عکس‌های دورامار، هنرمند سورئالیست. روبه یک نور، فیلمی پلیسی اجتماعی از آرنو دپلشان. شش صحنه از یک رابطه عاشقانه در فیلم پینک وال. فیلم بدون احساسات منفی، ساخته فراز شریعت، فیلمساز ایرانی تبار، اخیراً در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین به نمایش در اومد. این فیلم داستان یک پسر جوان همجنسگراست که در یک اردوگاه پناهجویان مشغول به کار میشه. آشناییش با یک خواهر و برادر ایرانی اتفاقات تازه‌ای در زندگیش رقم میزنه. گفتگوی محمد عبدی، منتقد فیلم، رو با فراز شریعت ببینید. ایده این فیلم سال 2015 به ذهنم اومد، زمانی که به خاطر بلند کردن جنس از یه مغازه توی آلمان دستگیر شدم و به 120 ساعت کار اجباری توی اردوگاه پناهجوها محکوم شدم. اونجا با آدمای زیادی آشنا شدم که از ایران به آلمان مهاجرت کرده بودن. Das Ganze hier ist eine ehemalige Schule, wurde uns für das Wohnprojekt zur Verfügung gestellt. Also, meine Frau, was war Injurie, die Wohne, ha? Arabi? Na, Iranier. Mein Jaziadim. فیلم داستان پرویز رو روایت میکنه که جوان 21 ساله آلمانی از یه خانواده مهاجر ایرانیه. اون به صورت علنی همجنسگراست و هیچ مشکلی هم با این مسئله نداره و همیشه در حال خوشگذرونیه. ولی نمیدونه که توی زندگیش میخواد چی کار کنه. بنابراین اون به نوعی از نسلیه که فکر و خیالهای زیادی ندارن ولی امکانات زیادی براشون فراهمه. پرویز مجبوره که توی اردوگاه خدمات اجتماعی ارائه کنه و اونجا با آمون و بنفشه آشنا میشه، برادر و خواهری که به تازگی از ایران اومدن. اونا خیلی با هم جور میشن و یه تابستون پرماجرا رو میگذرونن. پرویز باستابی از تجربه مهاجرت پدر و مادرش وقتی به آلمان اومده بودن رو توی این خواهر و برادر میبینه. اما در این حال این فیلم درباره نژاد پرستی در اروپا هم هست و اینکه چطور مهاجرا و هویتشون به شیوه های مختلف به دیگری تبدیل میشن. ایرانو دوست داشتی؟ آره دوست داشتم، ولی تعجب کردم که همه با هم انگلیسی حرف زدن. از اون وقتی برگشتم آلمان من دیگه به هیچ کس نگفتم که ایرانی هستم. چرا نه؟ چه میدونم؟ فکر میکنم که خیلی چیزا هستم. چه خوب که لازم نیست تصمیم بگیری. We wanted to express that in a film. توی فیلم میخواستیم وجوه مختلف شخصیت اصلی رو نشون بدیم. بنابراین اون رو توی موقعیت‌های متضاد قرار دادیم. خونه، اردوگاه پناهجوها، کلوپ رقص، معاشقه و شرایط مختلفی که توی اون پرویز رفتارهای متفاوتی رو در قالب یک شخصیت نشون میده. بنابراین برامون مهم بود که نشون بدیم هویت دائما در حال تغییره و یه چیز پایدار و ثابت نیست. And not something static. Still got it. Got what? The zush.
story of Parviz is very similar. داستان پرویز خیلی شبیه سرگذشت خود منه. پدر و مادرم هم نقش مهمی توی این فیلم بازی میکنن که نقش والدین پرویزه. ما از ویدیوها، داستانها، تجربه‌ها و مدارک واقعی زندگیمون استفاده کردیم و اونا رو وارد فیلم نامه کردیم. از بچگی همیشه به این فکر میکردم که توی فیلم‌های آلمانی و به طور کلی اروپایی همیشه زمانی سراغ مهاجرا میرن که یک مشکلی وجود داره. فکر کردم که این خیلی مهمه که جلوی این کلیشه بایستم و داستانی بنویسم که توی اون پر از زخم روحی و سرکوب و آشوب نباشه. احساس کردم که این چیزی نیست که ما الان بهش نیاز داشته باشیم. فکر میکنم ما امروز بیشتر به روایت‌های درباره بردباری، حمایت کردن و آینده امیدوار کننده نیاز داریم. دورامار نقاش و عکاس فرانسوی یکی از معدود هنرمندان زن مکتب سورئالیسم بود. نمایشگاه مفصلی از عکس‌های او در پاریس و لندن برپا بود که بهار امسال هم در موزه پولگتی لس آنجلس به نمایش در آمد. این نمایشگاه برای اولین بار هنر واقعی دورامار را از زیر غباری از ابهام بیرون کشیده. دورامار عکاس و نقاشیه که از دهه 1930 تا 1980 فعال بود. در حدود سال 1931 مار با شخصی که طراح صحنه فیلم بود یک آتلیه باز کرد. اونا تعداد زیادی سفارش گرفتن و آثار بسیار خلاقانه ای تولید کردن. این کاریه که احتمالاً برای تبلیغ یک کرم صورت طراحی شده. اسمش هست سالها در انتظار تو هستند. دورامار تصویر تار عنکبوت رو به پورتری این زن اضافه کرده. این عکس‌ها رو مار در خیابان‌های پاریس، بارسلون و لندن گرفته. این عکس‌ها چهره واقعی سال‌های 1930 اروپا رو نشون میده. در اون زمان مار با هنرمندان، شاعران، نویسندگان، بازیگران و روشنفکران چپگرا هم راستا شد و به حلقه سورئالیست‌ها پیوست. اینجا قاب‌ها رو خیلی بسته تا تصاویر آزاردهنده و نامتعارف خلق کنه. الان همه می‌دونن که این تصویر جنین آرمادیلوه، هرچند که دورامار قصد نداشته بگه که سوژه‌اش چی بوده. مونتاژش هم معروفه. یکی از کارهای معروفش به نام متظاهر پسری رو نشون میده که انگار پل زده و عکاس تصویر این پسر رو روی تصویر یک طاق قوسی وارونه مونتاژ کرده. این کار که نامش هست شماره 29 خیابان استورک، به نظر میرسه همه چیزش مونتاژ باشه، اما در واقع فقط عکس یک عروسک کوچیک عجیب رو روی تصویر طاقی ها مونتاژ کرده.
حدود سالهای 1935 تا 36 دورامار با پیکاسو آشنا شد و رابطه اونها حدود 8 سال ادامه داشت. دورامار اون موقع در اوج موفقیت بود و پیکاسو دوران بی‌رونقی سختی رو میگذروند. پیکاسو مار رو تشویق کرد که دوباره نقاشی کنه، کاری که علاقه اول خود مار هم بود. در سال 1937 مار و پیکاسو به شکل دیگه‌ای با هم همکاری کردند. پیکاسو تابلوی گرنیکا رو خلق کرد که یکی از سیاسی‌ترین کارهاشه و مار استخدام شد تا از مراحل تکمیل این اثر عکاسی کنه. سال 1946 در کارهای دورامار آزادی بیشتری می‌بینیم. رنگ‌های روشن‌تری به کار می‌بره. اشکالش آزادتر و تاش‌هاش سریع‌تر و پر انرژی‌تر میشه. در دهه 1980 دورامار آثاری در اتاق تاریک عکاسی خلق میکنه. عکاسی هنوز براش جالب بود، ولی اونچه که در خیابون ها میگذشت دیگه براش جذابیت چندانی نداشت. همیشه به امکاناتی که اتاق تاریک برای خلاقیت ایجاد میکرد علاقه داشت و شروع به خلق عکسهایی کرد که بدون دوربین خلق میشد، مثل اینا. گاهی با تابوندن نور روی کاغذ عکس و گاهی با گذاشتن یک شیء روی کاغذ. او در اواخر سالهای کاریش نگاتیوهای آرشیویش رو هم با روشهای نامعمول دستکاری و چاپ میکرد. با محلولی از اسید و آب خطوط رو مخدوش میکرد و عکس رو متحول میکرد. گاهی روی خود نگاتیو هم خشم انداخت. به این ترتیب میشه یک توازی بین کارهای آخر دورامار با آثار اولیش دید. روبه یک نور جدیدترین اثر سینمایی آرنو دپلشان، کارگردان مطرح فرانسویه که بهار گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در اومد. روبه شهری فقیر و خشن در شمال فرانسه است که زادگاه خود کارگردان هم هست. دپلشان که داستان اغلب فیلمهاش به نوعی با این شهر در ارتباطه، این بار از یک مستند به نام روبه ایستگاه پلیس مرکزی امور جاری الهام گرفته و این فیلم پلیسی اجتماعی رو ساخته. تماشا با آرنو دپلشان گفتگو کرده. Il y a un véhicule en feu rue du Grand Chemin vers le numéro 100. Je veux aussi la perte de l'identité judiciaire d'ici 1 heure. J'ai reçu pour PC. Et joyeux Noël, patron. Oui, joyeux Noël. Oh, allez, donne tes mains là. Pourquoi tu cours, Farid? Pour 20 euros, viendra me braquer. L'année dernière, 5 braquages. Les scandales, les bagarres. Reste assis. Pour notre nouveau lieutenant Cotterelle, un incendie criminel rue des Vignes. Voilà, ce sera tout. Merci. من فیلم‌های زیادی کار کردم که پر از موقعیت‌های داستانی هستن. اینجا با خودم گفتم فیلمی کار کنم که کاملاً بر اساس واقعیت باشه. روبه یک نور داستان یه ستوان جوانه که تازه در کلانتری شهر روبه استخدام شده و مشغول کشف شهره. روبه فقیرترین شهر فرانسه است. شهری پر از خشونت. فیلم با زندگی هر روزه این کلانتری آغاز میشه و با تمرکز بر رئیس پلیسمون کمیسر داوود که شخصیتی با ابهت و در عین حال اسرارآمیز داره. اما در فاصله کریسمس و روز سال نو جنایتی اتفاق میفته. پیرزنی به شکل هولناکی در خونه‌اش به قتل میرسه و دو زن مظنون این قتل هستن. از اینجا تحقیقات آغاز میشه. بونجور مدام. پلیس دو روبه. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Vous avez vu quelque chose? Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. J'écoutais de la musique. Plus de ça, j'avais bu un coup, donc j'ai rien vu. À part quand ça a explosé, que les chiens ils ont aboyé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les explosions, tout ça. Vous vivez seul ici? Avec une amie. Marie? Marie, viens une fois s'il te plaît. Vous savez ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé? Eh bien,
پدر و مادر من هنوز در روبه زندگی میکنن. 12 سال پیش قتلی در اونجا اتفاق افتاد و حسابی سر و صدا کرد. 1 سال بعد از این ماجرا من مستندی دیدم که توی همون دوره توی کلانتری روبه فیلم برداری شده بود. تصمیم گرفتم این مستند رو تبدیل به یک فیلم داستانی کنم. اتفاقی که چندان توی سینما رایج نیست. هدفم این بود که زبان کوچه این فیلم مستند رو وارد یک میزان سن داستانی کنم. Quand je viens de chercher, tu t'enfuis. Tu te bats avec ta mère. Tu dis que c'est Marco et Mohamed qui ont fait le coup, mais Marco, il était chez le juge à Lille. Il monte. Mais écoute ce que je te dis. Marco, برای من مهم بود که به متن مستند وفادار بمونم. انگار قرار بر اقتباس از یک متن مقدس باشه یا اقتباس از ایبسن یا شکسپیر. حرفم این بود که اینکه این حرفا پیش پا افتاده یا از زبان آدم‌هایی در موقعیت‌های فلاکتبار هستن از اهمیت اونا کم نمی‌کنه. از اونجایی که بیشتر هنرپیشه‌های فیلم از ساکنان شهر روبه هستن، از هنرپیشه‌های غیر حرفه‌ای می‌خواستم بداهه پردازی کنن. در عوض از هنرپیشه‌های حرفه‌ای فیلم می‌خواستم تا جای ممکن به متن وفادار بمونن. اگر بخوام تمثیلی توضیح بدم، باید بگم من با یک مستند وارد کار شدم و داستان رو پشت در جا گذاشتم، اما با بازی بازیگرا داستان خودش رو از پنجره مهمان کار کرد. Vous êtes toujours aussi un suspect coupable ou innocent? Toujours. Comment vous faites? C'est pas. J'essaie de penser comme eux. Vous avez été flic ici? Ouais. Et après? Après, 2 ans de formation à Saint-Cyr au Mont d'Or. Vous avez une famille? اینکه شخصیت اصلی فیلم کیه رو ارجاع میدم به تیتر فیلم، که به جای روبه یک نور میتونست داوود یک نور باشه. داوود خودش رو با شهر یکی میدونه. اینه که موفق میشه با همه همزبون بشه، چه وقتی با قربانی حرف میزنه، چه با مظنون، چه با متهم، چون اونها رو پذیرفته. اون با شهر یکی شده و در نتیجه آدمهای این شهر رو میشناسه. میتونم همه فیلم رو اینطوری توضیح بدم. 2 زن متهم به انجام یک عمل غیر انسانی هستند. آدمها گاهی از مرز انسانیت عبور میکنن و داوود با کلام موفق میشه انسانیت از دست رفته این 2 زن رو به اونها برگردونه. فیلم در ابتدا خیلی باز با نشون دادن انواع جنایت‌ها شروع میشه و کم کم حلقه رو تنگ میکنه. هرچی به مرور روی داستان این 2 زن متمرکز میشیم، انگار به بی‌نهایت میرسیم، چون با معمای روح این آدما مواجه میشیم. از من در مورد نحوه اقتباس سوال میکردین. من برای تکمیل مستند گروهم رو فرستاده بودم تو محل تحقیق کنن و خودم رو توی خونه زندانی کرده بودم تا دوباره جنایت و مکافات داستایوفسکی رو بخونم و فقط همین رو میخوندم. همونجا متوجه شدم که آدمهای شهر من به اندازه قهرمانهای داستایوفسکی باشکوه هستند. همونقدر یأس، همونقدر پیچیدگی و همونقدر قدرت دارن. آدمهای بزرگتر از زندگی. تک تک ما بزرگتر از زندگی هستیم. دوربینی برای ثبت اون لازمه تا ما متوجه شیم که ما بزرگتر از زندگی هستیم. C'est pourquoi faire que vous me gardez. On va se parler un petit peu et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi. Vous allez pas me croire. Pas avec moi. Pas avec moi, Claude. Je suis sur la tête de mon gosse quand je pars. D'accord. Et c'est quand que Claudia va venir? پینکوال داستان رابطه عاشقانه یک زوج آمریکایی رو روایت میکنه بدون هیچ ترتیب زمانی، که واقعیت‌های ملموس و گاهی سخت یک تجربه عاشقانه رو نشون میده. تماشا با تام کالن گفتگو کرده. پینکوال فیلمی درباره رابطه. دو شخصیت فیلم جنا و لیون هستن که نقش جنا رو تاتیانا ماسلانی بازی میکنه و نقش لیون رو جیدو پلاس. در آغاز ماجرا جنا دانشجوی جوان رشته مد و لیون دستیار عکاسی و دی جی. So you're still sort of in a honeymoon phase, would you say? I don't think that's a phase. You're so much better than this, Leon. I want you to do the thing you want to do. Whatever phase you are in, I'm sorry, but it's going to end. I don't think because I'm a good person at stuff that I'm going to be a good mom. فیلم 6 صحنه است که هر کدوم 1 سال از زندگی این دو رو نشون میده. 6 سال پیاپی از زندگیشون رو. ولی داستان به صورت غیر خطی روایت میشه و طوری طراحی شده که انگار مرور خاطراته. Ladies and gentlemen, presenting Miss Jenna. Delancey, Miss Jenna Delancey. همینطور که رابطه این دو پیشرفت میکنه، جنا در کارش موفق و موفق تر میشه. اعتماد به نفس پیدا میکنه و تهیه کننده مد میشه، ولی لیون سر همون کارهاش میمونه.
و امیال و خواسته هاش به سمتی تغییر میکنه که دلش میخواد تشکیل خانواده بده و بچه دار بشه. Raise in your own image and who will just adore you. That's what you that are. That sounds pretty good. And you'd call him good. Leon as well. You'd be like, that's Leon. But the problem is if we have a kid, the kid's going to adore you because you win at everything in life. The troubles with having the non-linear structure was that مشکلی که روایت غیر خطی ایجاد می‌کرد این بود که چون هر صحنه سال متفاوتی از زندگی این زوج بود ممکن بود گیج کننده بشه و باید کاری می‌کردیم که تماشاچی بفهمه الان توی کدوم سالیم. اینی که برای هر سال یه زبان تصویری و سینمایی خاص انتخاب کردیم. مثلا سال اول که سالیه که عاشق هم میشن تصویر 3:4 و کلوزآپ خیلی بیشتره. چون وقتی آدم عاشق میشه فقط معشوقش رو میبینه. اینه که توی سال اول کلوزآپ صورت و اعضای بدن زیاده. عمق میدان رو هم کم کردیم که همه چیز خیلی نزدیکتر به نظر بیاد و به تصاویر حس و حال قدیمی‌تر فیلم رو دادیم که رمانتیک‌تر باشه. دوربین هم سردسته که این در کنار ادیت غیر خطی و پر از جامکات فضا رو پر انرژی تر کرده. I don't want to alarm you, but I saw your teeth. My teeth are so bad. Okay, no, I shouldn't get too excited. Don't. Okay. There's no better photo shoot than this one. Yeah. Wait, where are you going? I don't like it back here. You don't like it back there. What's gonna happen? من چون از بازیگری به کارگردانی اومدم میخواستم برای بازیگران فضای ایجاد کنم که بتونن به بهترین شکل بازی کنن. Tired. Let me make the checklist. Tired. The one who's been working all day and you're tired. What about hungover? Let's go with that one too. And I make dinner then for you. من موضوع و تم صحنه ها رو دقیق نوشته بودم و از بازیگرام میخواستم که 1-2 ساعت قبل از گروه فیلم برداری بیان. با هم راجع به صحنه ها و تجربیات خودشون حرف می زدیم و بعد اونا شروع به بداهه سازی می کردن و من در بداهه پردازی ها هدایتشون می کردم. نهایتاً صحنه ای خلق می شد که همونی بود که می خواستم ولی با بیان خاص خود بازیگرا. وقتی بازیگرا در تألیف اثر شریک باشن شخصیت متعلق به خودشونه و بهترین بداهه ها خلق می شه. بازیگرا مجبورن گوش بدن و در لحظه فکر کنن و زندگی کنن و این باعث میشه که توی صحنه های از پیش نوشته شده هم بهتر باشن. I love you. Okay. We're okay, right? Yeah, of course we're okay. فیلم برداریمون قرار بود 10 روز باشه ولی توی یکی از اون روزها طوفان شد. توی 10 روز فیلم برداری از دست دادن یک روز میتونه خیلی گرون تموم بشه. صحنه پرتنش آخر فیلم رو قرار بود توی 1 روز ضبط کنیم که در نهایت فقط 2-3 ساعت برای فیلم برداریش موند. صحنه ها رو به خاطر ریش جی از آخر به اول گرفتیم. با صحنه هایی که باید ریش می داشت شروع کردیم و عقب رفتیم. فکر می‌کنم در فیلم پینک وال یه جور انرژی طبیعی و وحشی هست که زاده تصمیمات غریزیه که ما مجبور شدیم در لحظه بگیریم. این تصمیمات لحظه‌ای باعث اشتباهات عالی هم میشه. اشتباهاتی که گاهی باعث میشه صحنه‌ها حس واقع‌گرایانه تری بگیره. Making something feel very real. I'm a demigod. Yes. What happens next? I don't know. What do you want me to do? I have. It's not me. Tell me what to do. I will never tell you what to do. I'm just here to witness. Okay. تماشای این هفته هم تموم شد. مرسی که با ما بودید. اما یادآوری میکنم این برنامه رو میتونید دوباره روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید. گزارش‌هاش رو هم مثل همیشه روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، خداحافظ.